به نام خداوند صبور، خداوند دانش، خداوند نور. بینندگان عزیز تلویزیون غزلیان و خصوص علاقمندان و دوستداران برنامه زندگی برتر، سلام، درود و تمنیات نیک نثارتان باد. با امید صحتمندی و شادمانی شما عزیزان، شما را دعوت میکنیم به یک از برنامه های ویژه و خاص زندگی برتر. بیننده های عزیز، تبریک شما در جریان هستند. برنامه زندگی برتر قبلا به طور زنده و مستقیم به پیش می رفت که تماس شما دوستا را با خود داشتیم، اما نظر به تقاضای شما دوستا و بیشتر جوانا، این بار خواستیم این برنامه صدای رسای جوانان باشد که در این برنامه از این به بعد ما جوانای نخبه ای را با خود داریم که در روی موضوعات اجتماعی و فرهنگی بحث صورت خواهد گرفت. و در برنامه امروزی دو جوان نخبه ای از دیار سنایی با خود داریم که این دو جوان امروز روی موضوعات جوانان صحبت می کنند. طوری که شما می فهمین، جوانان ستون فقرات یک جامعه هستند و جوانان هست که آینده یک کشور به دست آنهاست. پس ما خواستیم از این طریق این برنامه صدای رسای جوانان باشیم و بیشتر جوانان سهم داشته باشد تا بتونیم جوانان بر شما بیننده های عزیز معرفی شود و همچنان رشد استعداد جوانان از طریق این برنامه صورت بگیرد. پس در این برنامه دو جوانی که با ما هستند، یک آقای معصم صحرا، مؤسس انجمن ابوریحان بیرونی، و همچنان آقای گلابدین امیری، یک تن از جوانان نخبه و همچنان شاعر و نویسنده از دیار غزنه باستان. در ابتدا میریم به طرف آقای امیری. آقای امیری، شما خود خلاص به بیننده های عزیز معرفی بکنین و همچنان در مورد کارکردهایتان بگوین که تا چه حد شما تاثیرات دارن و همچنان کارکردهایتان در این مدتی که در غزنی هستن چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت تمام شنونده های و بیننده های خوب تلویزیون غزنویان، و اظهار سپاس تشکر میکنم از شما و از تلویزیون شما که ما را در برنامه دعوت کردین. و قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم و یا به سوال شما پاسخ بدم، چه خوب است که یک پیام همدلی و همبستگی را به تمام جوانا و به تمام افراد جامعه و به تمام شهروندان خود داشته باشیم که میگه بیا تا مونس و همیار و هم غمخوار هم باشیم، بیا تا مونس و همیار و هم غمخوار هم باشیم، دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هم باشیم، یکی گردیم در گفتار و در کردار و در رفتار، زبان و دست و پا یک کرده خدمتگار هم باشیم. خب به جواب شما، جواب سوال شما باید بگویم که نام من گلابدین است، امیری تخلص میکنم و نام پدرم حاجی ریاض‌الدین است. در سال 1369 در قریه قلاتی سفلا مربوط مرکز ولایت غزنی تولد شدم و دوره ابتدایی مکتب را هم در مکتب قریه قلاتی به پایان رسانیدم و بالاخره در سال 1380 شامل لیسه شدم که در لیسه سید احمد مکایی بقیه درس خود را الی صنف 12 هم آنجا خواندم و بالاخره در سال 1388 از لیسه عالی سید احمد مکایی فارغ شدم و بعد از سپری نمودن امتحان کنکور بالاخره در سال 1390 شامل دانشگاه شدم و در دانشگاه ننگرهار در بخش، البته در دانشکده زبان و ادبیات بخش فارسی دری، آنجا درس خواندم و بالاخره در سال 1394 به درجه لیسانس از دانشگاه ننگرهار از بخش ادبیات فارسی دری فارغ شدم. خیلی خوب آقای امیری، در مورد کارکردهایتون کوتاه بگین که تا اونس چه کارکرد داشتین در غزنی؟ در غزنی خب علاقمند زیاد بودم تا بتونم فرهنگ و ادبیات عامیانه مردم غزنی را به تمام دوستداران علم و ادب و به تمام البته شهروندان غزنی خود ما و من جمله به دیگر ولایت های افغانستان اینا را من پخش و نشر کنم و برسانم، تا اندازه زحمت کشیدم و روی لهجه و ادبیات عامیانه مردم، از البته از ازدواج و عروسی و تمام مسائل عامه و فرهنگ عامه مردم روی اونا کار کردم تا اندازه یک مجموعه کوچک را فعلا آماده کردم که
تقریبا حدودا 70 یا 75 صفحه شده و کوشش به این دارم که من تحقیق و پژوهش خود بیشتر کنم روی از این موضوع تا بالاخره یک مجموعه کلان شوه و در آینده یک اثر باشه تا تمام یک آینه باشه تا تمام جامعه غزنی را به مردم نشان بده. بله واقعا کار نیک هست. انشاءالله سوال بعدی هم به شما برمیگرده. میرم طرف آقای صحرا. آقای صحرا میشه شما خود به بیننده های عزیز معرفی بکنین و همچنین در مورد تاثیرات و کارکردهایتون بگوین. به نام خداوند جان و خرد، من نام میثم است، تخلصم صحرا، در یک دهکده به نام لعلبک مربوط به ولسوالی نوود ولایت غزنی متولد شدم. از 7 سالگی من از خانه مسافر شدم برای آموزش و یادگیری علوم. یک رشته تخصصی رو من دنبال نکردیم. از آغازین روزهای دانش آموزی و دانشجویی در بخش‌های مختلف مطالعه داشتیم. حداقل در حوزه زبان ادبیات فارسی، عربی، انگلیسی و همین گونه فقه اهل تشیع و فقه اهل تسنن ما دانشجویی داشتیم. کمتون مطالعات داشتیم در حوزه فلسفه و همچنان تاریخ. ریکارد دانشجویی ما و همچنان پژوهشگری می بوده که هیچگاه به دنبال تخصص در یک حوزه نبودیم. فقه اهل تشیع را خواندم، همین گونه فقه اهل تسنن را می خوانم فعلا. در این حال در کابل مدتی روزنامه‌نگاری داشتیم، فعالیت مدنی داشتیم و همین گونه از کابل وقتی آمدم غزنی سال 1391 بود، من یک نشریه تأسیس کردم به نام غزن سلام و بعد از او انجمن ابوریحان بیرونی را تأسیس کردم و آغازین فعالیت های انجمن ابوریحان بیرونی تدویر گفتگوی دانشجویی بود، چون من در فضای غزنی یگانه چیزی را که کم می دیدم فضای گفتگو بود. مثلا در سطح مکاتب همچنان دانشگاه ها یک فضای مونولوگ حاکم بود، پرسش وجود نداشت، گفتگو وجود نداشت. از این جهت بیشتر من تکیه کردم روی فعالیت های گفتگو، فعالیت های نوشتاری و همچنان حلقه ادبی به نام کاخ فردوسی رو من تاسیس کردم که نشست های هفتگانیش همیشه بعد از سال 1391 تا حالا ادامه داشته. در اینجا هم بیشتر با یک رویکرد نقد محوری به ادبیات نگاه کردیم، ولی در این حال با پیوست بین ادبیات دیروز و ادبیات امروز غزنی. سپاس آقای صحرا، سپاس از معلومات شما. حال بیننده های عزیز برمیگردیم به اصل موضوع برنامه که تبریک قبلا هم گفتم موضوع امروزی ما جوان ها هست که جوانان تا چه حد در جامعه مسئولیت دارن، نقش جوانان در ساختار جامعه چی هست و همچنان موضوع عمده و اساسی برنامه ما مشکلات جوانان هست که جوانان در سطح افغانستان خصوصا در ولایت غزنی با کدام مشکلات مواجه هستند و این مشکلات ناشی از چی هست، علت این مشکلات چی هست و همچنان این دو جوانی که ما دعوت کردیم حتما با مشکلات زیاد روبرو شدن و همچنان اینها شاید راه حل به این مشکلات داشته باشن. پس برمیگردیم به آقای امیری و از اونا میخوایم که شما در ابتدا یک تعریفی از جوان داشته باشین که جوان به چه کسی گفته میشه و تعریف مشخصی از جوان چی هست. به باور من جوان عبارت از نیرو و قوت و محرکی است که تمام حرکات جامعه را، تمام داشته های جامعه را به پیش میبره. چه حرکات مدنی هست، چه حرکات معنوی هست، چه حرکات فرهنگی هست. جوان به مانند ستون فقرات جامعه هست. جوان به مانند یا به مثابه قلب تپنده یک مملکت، یک جامعه هست. جامعه ای که جوانانشان با رشد شکوفایی و استعدادها و با رشد شکوفایی استعداد مثلا توسعه سیاسی، رفاه اجتماعی و فرهنگی یک جامعه وجود داشته باشد، در واقع جوانان آنها به مشابه قلب ما مملکت است که تمام محرک و محرک مثلا حیاتی جامعه می باشند. به خاطر از این ما اگر ببینیم
از ابزار صنعتی شروع، از وسایل مالداری و زراعتی شروع گرفته الی سلاح‌های دفاعی و سلاح‌های زرهی و امنیت، همه و همه چیزهایی هستند که توسط جوانان، توسط دستان نیرومند جوانان اساس گذاشته شدند و آشنایی با دستای نیرومند جوانان شروع شدند و همه اینها را جوانان اساس گذاشتند و جوانان بوده که امی همه امی چیزها را، همه چی تکنولوژی است، چی مثلا سلاح‌های زرهی است، چی همه وسایلی که امروز در دسترس ما قرار گرفته، همه کلن از برکت قوت جوانان، از برکت صرف انرژی روحی و جسمی جوانان بوده که لحظه های پرتراوت بهار زندگی خود در خدمت مردم خود، در خدمت ملت و در خدمت جامعه خود قرار دادن. سپاس آقای امیری. آقای سهراب، نظر به تعریفی که آقای امیری کردن، گفتن که جوان محرک جامعه هست و جوان قلب جامعه هست، تا چه حد این تعریف در کشور ما صدق میکنه؟ ببینید، ما با آقای امیری عزیز موافق هستم. یقینا جوانان همیشه شیفته فرامحدودیت هاست. جوانان همیشه تلاش میکنه تا از وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب عبور بکنه. جوانان میخواهد تغییرات اجتماعی در جامعه رونما شوه، ولی در جامعه افغانستان یک وضعیتی پیش آمده که ما از ذهنیت جوانان، از افکار جوانان، از حق پرستی جوانان کمتر استفاده میکنیم. یک وضعیت کهنسالاری در جامعه افغانستان وجود داره. معیار برتری اندیشه نیست، تحرک نیست، فعالیت نیست. یک پیرسالاری، یک کهنسالاری در جامعه افغانستان حاکم است. از این جهت به اختراعات جوانان، به ذهنیت جوانان، به باورهای مثبت جوانان بیشتر تکیه میشه و این وضعیت هم ناشی است از عدم آگاهی از باورهای مذهبی دینی. مشخصا بیم اگر مراجعه کنیم به متون دینی، داستان حضرت یوسف را ما بیم مطالعه کنیم، یوسف یک جوان است. وقتی که این میآید سر اریکه قدرت و توانایی، میتونه وضعیت سیاسی فرهنگی اجتماعی مصر را تغییر بده. حداقل جامعه مصر را از وضعیت فقر اقتصادی نجات بده و به خود کفایی اقتصادی برسانه و اقتدار سیاسی برسانه. در جامعه افغانستان توجه به جوان نمیشه، از این جهت ناامن نیست. توجه به جوان نمیشه وضعیت ناهنجار سیاسی است. توجه به جوان نمیشه که وضعیت اجتماعی ما خراب است. اختلال فکری در جامعه افغانستان است، اختلال اجتماعی در جامعه افغانستان است، شکاف های قومی در جامعه افغانستان است. من متعقن هستم که اگر روی کردها به جوانان تغییر بکنه، شکاف های قومی از بین میره، همگرایی اسلامی تامین میشه، وحدت ملی تامین میشه و با عبور از کهنسالاری ما میتوانیم به جوانسالاری برسیم و جوانان میتونه با استفاده از گذشته ها یک تغییر مطلوب را در جامعه افغانستان تأمین بسازه و از این وضعیت ناهنجار ما به یک وضعیت هنجار عبور بکنیم. سپاس آقای سهراب. یعنی نظر شما این است که در افغانستان به جوانان اهمیت داده نمیشه و همچنان نقش جوانان نادیده گرفته شده؟ بله، آن گونه ای که بایسته است در جامعه افغانستان به جوانان تکیه نمیشه. بله. و ما با این حرف موافق هستم که به جوانان اگر اهمیت داده شوه و این وضعیت به یک وضعیت مطلوب تغییر پیدا میکنه. آقای امیر، شما به این گفته فقط خلاص بگوین که موافق هستن یا مخالف که به جوانان در افغانستان اهمیت داده نمیشه و همچنان نقششون خیلی کم رنگ هست. خب، افغانستان در مجموع اگر بیایم سر افغانستان بحث کنیم و به صورت خاص بیایم بحث کنیم سر ولایت غزنی خود ما، ولایت غزنی در واقع یک جامعه فرهنگی هستن. بیشتر روی فرهنگ و عنعنات و رسم و رسوم مردم توجه صورت میگیره و در واقع اگر دیده شوه استعدادکشی بیشتر است، مسخره جوانان بیشتر است و خواسته های جوانان توجه لازمی صورت نگرفته و نمیشه. امیدوار هستم که روی این موضوعات بزرگای ما هم توجه داشته باشند. بله، موضوع را انشاءالله گرفتیم، بیننده ها موضوع را گرفتن که چی هست. خب بیننده های عزیز، سپاس میکنم از اینکه با برنامه خودتان همراه هستین. اولین برنامه‌ای هست که
ما خواستیم از طریق برنامه زندگی برتر صدای رسای جوانان باشیم و در برنامه هر جوانی که خواسته باشه میتونه به طور آزادانه با ما شرکت بکنن و روی موضوعاتی که ما انتخاب میکنیم روش بحث بکنن و نظرات خودش شریک بسازن. حال میریم به طرف وقفه کوتاه و بعد از وقفه باز هم با ما همراه باشین و سوالات دیگر هم باقی است که این دو جوان نخبه با ما